های لیمبرت، آمریکا بر اساس گروه های فشار اسرائیلی و طرفدار اسرائیل سیاستشو در مقابل ایران تنظیم میکنه؟ بله، حرفای ایشون که گوش دادم اگه اجازه بدید، یاد شعر استاد شهریار افتاده که میگه آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ حالا یاد حرفای 34 سال پیش آخرین جلسه بین وزرای امور خارجه، یعنی تقریبا درست 34 سال پیش در همون سازمان ملل که جلسه بود بین آقای یزدی وزیر امور خارجه ایران و آقای ونس، سایرس ونس، وزیر امور خارجه آمریکا. هر وقت آقای ونس از همکار ایرانیش پرسیده خب حالا که این تغییراتی شده ما چگونی بریم جلو روی اساس منافع مشترک، تنها جوابی که آقای یزدی میداد فقط از رو خوندن لیست گله هاش و شکایت، گفت آمریکا این کارو کرده، آمریکا این کارو کرده، فلان کرده، بهمان کرده. متاسفانه از اون زمان تا به امروز 95% محتوای سیاست خارجی ایران همین بوده. یعنی اگه بگیم که حالا چی کار بکنیم، همش مینشن به گله‌گذاری که میگن شو آمریکا این کارو کرده، این کارو کرده. حالا یک روحیه جدید مثل که داریم میبینیم. خب گله ها هنوز وجود داره، ما از اونا گله داریم، اونا از ما گله دارن، ولی اقلا یک قدم بالاتر میتونیم بریم. مثل که توی یه جلسه شنیدم آقای ظریف گفتن که دیوارها هنوز وجود داره، درها هنوز بسته است، یعنی بین بی‌اعتمادی، منتها یک شاید یه دریچه هم داره یه کمی باز شده. یعنی حالا برمیگردیم به سوال شما، این من این نتیجه میگیرم که این گام جدید، این جو جدیدی قدری مثبت تر باشه، مثل یک گل بسیار ظریف و حساسه که احتیاج به مواظبت خاصی داره. یعنی نباید آب زیادی بهش داد، نباید بذاریم خشک بشه، یعنی شاید با توجه زیادی اینو از بین ببریم یا با بی توجه از بین ببریم. خیلی باید مواظب هر دو طرف، مواظب اقدامشون باشه، مواظب حرفاشون باشه، چون یک الان یه یخبندان 34 ساله داره آروم داره یواش یواش ممکنه داره ذوب میشه. شما بعد از 34 سال خوشبینید فکر میکنید؟ همیشه من خوشبینم، من همین دیپلمات هم شاید کار ما که خوشبین باشه، منتها باید خیلی با دقت بریم جلو، باید خیلی صبور باشیم، باید خیلی مواظب حرفامون باشیم که این جریان، چون این در این راه ها قبلا بودیم، مثلا زمان خاتمی یا مثلا بعد از جریان افغانستان یک علامت مثبتی ما مشاهده کردیم که متاسفانه به جای منجر نشده. چرا؟ چه چیزی باعث شد که بعد از اون ماجرای همکاری پرسش همینه که چه میشه کرد که دوباره در واقع به اون مسیر نه، چه کار میشه کرد که تاریخ تکرار نشه دوباره؟ والا یه ضرب مسئله هست، میگین که یه دیوانه سنگ رو میندازه تو چاه، هزار عاقل نمیتونن درش بیارن، باید خیلی مواظب باشه. یعنی به قول یکی از دوستان گفته که این روابط آمریکا یه راه فراز و نشیب زیاد داره، مشکلات حتما به مشکلاتی برمیخوریم، وقتی برمیخوریم نباید مایوس بشیم، نباید اون مسئله رو ول کنیم، باید صبر داشته باشیم، باید پشت کار داشته باشیم که با اولین مشکلی این راه رو ول نکنیم و بر نگردیم به همون 34 سال دوره بیهودگی و یخبندان. آقای کیان، این مقاله شما همین یکی دو روز گذشته ازتون منتشر شده با آقای جیمز بولزی، رئیس پیشین CIA در واقع به طور مشترک، و یک نفر دیگه نوشتید مقاله رو، یک لیستی در واقع از انتظارات که از ایران میره رو در این مقاله در واقع شما آوردید، بعد یک اشاره تاریخی هم کرده به دوره‌های مختلفی که از دوره آقای هاشمی رفسنجانی، دوره آقای خاتمی و بعد چه اتفاقاتی بین ایران و آمریکا رخ داده و چه انتظاراتی وجود داره. آیا این واقعیت قابل بحث هست که همونقدر که عده‌ای در ایران نمیخوان
رابطه بین ایران و آمریکا شکل بگیره، ایده هم در آمریکا نمیخوان که این رابطه شکل بگیره. ببینید حتما حتما یک ایده در آمریکا هم زیاد خوشحال نیستن از شکلگیری رابطه بین واشنگتن و تهران. ولی قبل از اینکه باز هم من این رو با خنده باش روبرو میشم، برای اینکه این حرف رو قبلا شنیدم و حتی یک کسی به من گفت که شاید خود من هم یکی از اون کسانی هستم که خوشحال نمیشم اگر رابطه برقرار بشه، در حالی که اینطور نیست. متاسفانه ما به یک جایی میرسیم در زندگیمون که دیگه این به این سادگی نیستش که به یه چیزی خوشحال بشیم یا خوشحال نشیم. یک ناباوری خاصی به ما دست میده که متاسفانه اون شادی آسان رو از دست میگیره، از ما میگیره. ولی من فکر میکنم که در مورد مقاله شما صحبت کردین، هدف از نوشتن این مقاله همطور که تیترش میگه اشاره به ضرب المثل خیلی قدیمیه که مقایسه ایست بین قسم حضرت عباس و دم خروس، و تیتر مقاله هم در حقیقت دم خروس آقای روحانی هست. و اینکه راجع به وقایع مختلف صحبت میکنیم این هستش که این گرفتاری که در حال حاضر وجود داره، این اثر دو طرف هست، گروگانگیری هست، مسئله 28 مرداد و ابهاماتش هست، قضیه هواپیما ایرانر هست. ولی اتفاقا آقای کیان بس بر سر همینه که اون گروهی که شما ازشون الان صحبت میکنون، گروهی که نمیخوان رابطه ایران آمریکا شکل بگیره، منفعت اونها در چه هست از عدم در واقع عادی سه؟ ببینید من باید این راجعش صحبت کرد، ببینید چه منفعتی واقعا دارن. خیلی کسانی که این حرف رو میزنن و انگشت اتهام رو به کسانی که نمیخوان که این رابطه درست بشه، باید بگین منفعت اونا در چی، اونا دنبال چه هستن. من فکر میکنم که در اینجا آقای لیمبرت اشاره کردن به صحبت‌های تاریخی وزرای خارجه. من فکر میکنم که سه تکنیک فرهنگ دیپلماتیک هست که خب ایرانی‌ها خیلی خوب بلدن، ولی متاسفانه واشنگتن با این سه تکنیک بسیار بسیار مهم در ارتباط با صحبت کردن با یک دیپلمات ایرانی، یکی اینکه تکنیک اول این قضیه با دست عقب زدن و با پا پیش کشیدن، تکنیک دوم به مرگ گرفتن که به تب راضی بشن، و البته مسئله دست بالا رو گرفتن که عقب نیفتن، هم یکی از این تکنیک هاست. اجازه بده ببینیم آقای لیمبرت با این قضیه، آقای لیمبرت با این تقابی شما آشنا بودین در دیپلماسی؟ البته اینا حق دارن که بیان اشاره کنن. آقای لیمبرت جزو استثناءات هستن. ایشان یکی از مطلع ترین کسانی هستن که در ایران زندگی کردن، به هر حال نمیشه منکر این شد. ولی حقیقتش من میخوام راجع به یه چیزی صحبت بکنم، و اینکه از تعارف که بگذریم، حتی دوست عزیز و بسیار مهربان من که واقعا وقار سیاسی این مرد، کما اینکه در دیگران هم در بروس لینگن و در آقای کوک و بقیه هم دیدیم، وقار سیاسی اینها قابل ستایش هست. همین وقار سیاسی باعث میشه که اینجوری صحبت بکنن. این هم خودش یه مسئله فرهنگیه. یعنی هر چند که آقای لیمبرت با تمام این تکنیک ها هم آشنایی داشته باشن، بله، یک حالت خاص فرهنگی هست که نمیخوام راجبش صحبت بکنم، ولی اون در فرهنگ ایرانی هست و در فرهنگ آمریکایی نیست. من فکر نمیکنم که مطلب خاصی باشه که کسانی باشن در آمریکا که بخوان این رابطه درست نشه. ولی چرا؟ کسانی هستن که اینجا نشستن و میگن که نه، نباستی گول خورد، نباستی گول خورد. خیلی ساده، خیلی واضحه. این ریای سیاسی که آقای دکتر میلانی راجبش صحبت کردن بسیار روشنه، بسیار روشنه. با استفاده از این سه تکنیک، یعنی با دست عقب زدن، با پا پیش کشیدن، به مرگ گرفتن که به تب راضی بشه، و مسائل رو لوس کردن به جایی که اصل قضیه این نیست. اصل قضیه اینه که آقا شما اگه سرمایه گذاری خارجی رو میخواین حمایت بکنین و جذب بکنین، واسه محیطی درست بکنید که 70% اقتصاد به گفته، بله، رئیس جمهور جدید خود آقای روحانی گفتن نه خیر، کارا باید بره به سپاه، برای اینکه کارایی در سپاه وجود داره. البته فکر می‌کنم شما هم فیلم غرق شدن تجهیزات
نفتی رو در خلیج فارس دیدید که چقدر کارایی سپاه رو نشون میداد که اینها واقعا در امور مهندسی به خصوص مهندسی دریایی چقدر ورزیده هستن. بله. اینها رو بایستی از بین ببرن، بایستی قوانین رو درست بکنن، بایستی با فساد اداری در همه سطوح، بایستی با عدم کارایی، خب اگه شرکتی بخواد بر اونجا سرمایه‌گذاری کنه، مهندس بخواد، کارگر بخواد، آدمایی میخواد که خدمات بدن، اینا با 6 ماه در اونجا دکتر میشن، مهندس میشن، دکترا میگیرن، همه کار میکنن، بعدم از تجهیزات مهندسیشون در خلیج فارس غرق میشه، برای اینکه سپاه همه کارو در دست داره. بسیار. ببینید اینا رو واسه نگاه کرد، نه اینکه انگشت اشاره رو بلافاصله که بله یک کسانی هستن در واشنگتن که دلشون نمیخواد رابطه درست بشه. چرا؟ مثلا اگه رابطه درست نشه به اون کسان چی میرسه؟ اینکه چه اتفاقی میفته؟ چه منفعتی در انتظار اونهاست؟